باشم. میگم این چی؟ میگه اینم بچه‌م بره یه خونه و ویلا بخره کیف کنه فردا دوباره انقدر میاد از اول. ولی شما اگه پول نقد خرید کنی این پوله میمونه تو جیب خودت دوست عزیز. اینو میفهمی؟ خیلی راحته این. بله، سپاس از هموطنان عزیزی که کلیپ هایی از این قبیل ارسال میکنن و هنر اعتراضی، بیزارم از دین شما، کاری از سبا زمانی که بسیار بسیار زیباست و حکایت این روزهای ماست. واقعا اگر این دینه که بچه های مردم رو بکشید، حتی زیر 18 سال در این دو ماه بیش از 70 کودک کشته شده، میفهمی یعنی چی؟ بریم با هم بشنویم. از دین شما بریم به آهین شما، از دین پیشانی ها دلهای سنگین شما، دلهای سنگین آزادی. ویدیویی از حسین محمدی مربوط به سال 94 که خطاب به مادرش حسین 26 ساله و بازیگر تئاتر، یکی از 16 متهم پرونده 40 حدیث نجفی است. نام حسین در دو جلسه اول دادگاه در لیست متهمین نبود، اما در جلسه سوم اون رو با لباس زندان که به تن نداشت به دادگاه آوردن و به اعدام محکومش کردند. واقعا صدای این بچه های بیگناه و بیدفاع ایران باشی. سلام، امروز 15 فروردین 94 بهترین روز زندگی منه، چون روز تولد تمام و همونجور که دکترت گفت حالت خیلی بهتر شده. من هم دوتا بیلیت گرفتم که بریم مسافرت و حالت از این کس بهتر بشه. جشن دو نفره داریم امشب، یه جشن خوب. خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. و ببینید یک ویدیویی برای من ارسال کردن دوستان از سریلانکا که چند ماه پیش انقلاب کرده. جالبه بدونید که مردم کل کشور جمع شدن در پایتخت و پایتخت رو تحت کنترلشون در آوردن و کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن و تمام، این حکومت سقوط کرد. وقتی همه با هم باشیم میترسن و کنارگیری میکنن. به زودی در تهران و پست جدید اینستاگرام علی کریمی با عنوان این داستان رو شنیدی، این واقعیت رو دیدی و قلبت درد نگرفته به انسان بودن خودت شک کن. ما در جنگ نابرابری بین قاتلین عزیزمان و حکومت اهریمنی هستیم. با تمام جان و وجودمون باید متحد بشیم. علی کریمی دیروز وارد لس آنجلس شد. من آرزو میکنم که روزگار خوبی در انتظارش باشه و درود میفرستیم به علی کریمی عزیز که این چهره مردمی که در واقعا بی انصافی نکنین. خیلی از دوستان گفته بودن خب به خاطر همین حمایت مردمیش بهش ویزای آمریکا دادن. نه، علی کریمی قبل از اینکه
بخواد از اعتراض مردم ایران دفاع بکنه و سمت خودش رو مشخص کنه با مردم ایران باشه، میتونست به خاطر موقعیت کاری و سابقه ورزشی که داشت به هر کشوری که میخواد سفر کنه و مهاجرت کنه. ولی واقعا آفرین بر علی کریمی، این چهره محبوب فوتبالی ایران که به جمع مردم پیوست و امروز هم این ویدیو رو در اینستاگرام خودش نشون میده و از مردم میخواد که متحد بشن. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان بخش خبری امروز میرسیم. یک شعر آخری رو من میخوام پخش کنم، شعری از عباس کریمی، هموطن خوب ما، که از طرف ملت ایران این شعر رو تقدیم میکنیم با خشم به علی خامنه ای، که واقعا بسیار بسیار بجا و درست این شعر رو سروده که خامنه ای تو نباید بمیری، تو باید از خجالت بمیری، تو باید در غربت بمیری، تو باید این 44 سال این همه بلایی که سر مردم ایران آوردی یک به یکش رو پس بدی، بعدن بمیری. تو باید بمانی، نباید بمیری، نباید که اینقدر راحت بمیری. تو باید چنان کارگرهای بیکار جلو دخترت از خجالت بمیری، کمر خم کنی توی سطل زباله و از درد و رنج و کثافت بمیری، شبیه وطن داغ دختر ببینی و از درد ساعت به ساعت بمیری، به ضرب گلوله چنان کولبرها کمی مانده به استراحت بمیری، به جرم تماشای برنامه کودک شبی زیر پا توی وحشت بمیری، شبیه جهانگیر کوهی بسوزی چه ستار و زم در اسارت بمیری، شبیه فروهر به خونت به غلطی، شبیه ندا از جنایت بمیری، به جرم سیاسی تو هم توی زندان سهرگاه با ما به نوبت بمیری، چه آوارگانی که راندی از ایران تو در بی کسی توی غربت بمیری، شبیه جوادی و روح الامینی شکنجه شده از جراحت بمیری، خودت مثل این دین تسخیر گشته درون مساجد و هیئت بمیری. تو باید بمانی، نباید بمیری، نباید که اینقدر راحت بمیری. بله، نباید به این راحتی بمیری خامنه ای. خب دوستان عزیزم، در اینجا برنامه خبری امروز رو پایان میدیم، ولی مثل همیشه برای شما نازنینان یک کلیپ آماده کردم که این کلیپ هم خالی از لطف نیست که با هم ببینیم و برگردیم.